بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. با سلام و درود خدمت یکایک که شما عزیزان و اندیشمندان، شما جویندگان راه سلامتی و شفا، شما پیروان راه عشق و مهر و محبت و دوستی و انسانیت و آزادگی، و شما طرفداران و پیروان راه حق و حقیقت. دکتر حبان هستم در برنامه شفا از شبکه جهانی و مستقل تماشا، بار دیگر در خدمت شما در این برنامه که سعی می‌کنیم که یک برنامه باشه برای شما آگاهی دهنده، بیدار کننده، تکان دهنده، روشن کننده، برملا کننده و غیره، و به هر حال سعی می‌کنیم که یک ارتباطی با همدیگه برقرار بکنیم در شناخت یکدیگر، در شناخت خودمون، در شناخت خودمون، خدای خودمون، جهان هستی و یه درک بهتری از اون موارد و اون چیزایی که با اون ذهنمون و یا پنج حسمون شاید توانایی اینو نداشته باشیم که اونا رو درکش کنیم. خدمتون بگم که اگر دوستانی دارین که در ایران و اروپا زندگی میکنن، که حتما شما دارین اقوام و دوستان، خواهش میکنم بهشون بگین که به زودی، تاریخ دقیقش رو من نمیدونم، ولی میدونم که برای بچه های همکارمون در تلویزیون تماشا شدیدن شب و روز در تکاپوی این هستن که هرچی زودتر برنامه های ما به روی هاتبرد بره و از ایران و اروپا هم پخش بشه، و دوستان عزیزی که یه مدتی ما در خدمتشون نبودیم باز همراه ما باشن. به هر حال بهشون اطلاع بدین که در آینده بسیار نزدیک میتونن به ما بپیوندن، البته از طریق اینترنت هم که همیشه میتونین برنامه های ما رو ببینین، ولی حتما در به مجدد این که ساعت عذر میخوام زمان تاریخ این هاتبرد مشخص شد، حتما شما عزیزان رو در جریان خواهیم گذاشت، ولی در همین دو سه هفته اخیر خواهد بود. جلسه گذشته راجع به یه مقدار درد و لذت، دردهای حسی، دردهای احساسی، دردهای روحانی، دردهای بدنی و فیزیکی و غیره، و یه مقدار از لذایز زندگی، لذایز واقعی زندگی صحبت کردیم که بشر در تمام مواقع در صدد این هستش که از درد یه جوری دوری بکنه و لذت رو به زندگیش بیفزایه، و یه مقدار اینو شکافتیم که واقعا درد چیه و چرا ما درد میکشیم، و واقعا لذت چیه، آیا اون چیزی که ما اسمشو میذاریم لذت واقعا هپینس و خوشحالی میاره برای ما و غیره. امروز تو فکر این بودم که یه مقدار صحبت بکنیم راجع به این جهان و آن جهان، یعنی یه تفاوتایی که بین این جهان، جهان مادی، جهان فیزیکی، جهانی که با ذهنمون و مقیاس‌ها و به هر حال طول و عرض و ارتفاع و ابعاد مختلفی مثل بعد زمان و بعد مکان و غیره تشخیص داده میشه و اندازه‌گیری میشه، و در مقایسه با جهانی که کاملا معنوی هستش و به هر حال اون جهان هستی وجود و جهان هستی و یا اسمای مختلفی مثل یونیورسال فیلد آف کانشسنس و غیره بهش داده شده. حالا ما میخوایم امروز بپردازیم یه مقدار این دو تا رو بشکافیم، ببینیم آیا واقعا دو جهان مختلفن، یعنی واقعا دو تا جهان مختلف هستن، یا اینکه نه، یه مقدار تفاوت این جهان رو با اون جهان، چون ما الان فعلا به این صورت میشناسیمش، توضیح میدم که تفاوت بین این جهان و اون جهان رو یه مقدار ذکر میکنیم، درست مثل اینه که بخوایم تفاوت بین تن و جان رو ذکر بکنیم. وقتی که مولانا از تن و جان صحبت میکنه و میگه تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک دیده جان را به ما دستور نیست، منظورش فقط از تن بدن انسان نیست، منظورش از تن کل جهان مادیات و غیره هستش، و وقتی میگه جان فقط روح انسان نیست بلکه کل جهان معنویات و جهان هستی هستش، که یه مقدار ما اینا رو میپردازیم امروز، میشکافیمش. یکی از تفاوت‌های
یا یکی از خصوصیات این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم، یعنی دنیای مادیات و دنیای معنویات، همین دوی دیدنه. یعنی یاد گرفتیم که همه چیز رو با ذهنمون دوی ببینیم، یعنی یه دوگانه دیدنه. یعنی به چه صورت؟ یعنی حالت متضاد بودن و تضاد داشتن چیزهای مختلف در این دنیا و نبودن یکیش باعث میشه که اون یکی رو ما به هیچ وجه نتونیم تشخیص بدیم. یعنی چی؟ یعنی که وقتی شمال یا قطب شمال برای ما معنی و مفهوم میده که یه چیزی به نام قطب جنوب وجود داشته باشه، اگر نه قطب شمال به تنهایی هیچ معنی و مفهومی نخواهد داشت. وقتی که یک خط راست برای ما مشخصه که یک خط شکسته در کنارش قرار بگیره و مقایسه بشه باهاش، وقتی نور رو ما میتونیم درک بکنیم که تاریکی رو شناخته باشیم، و یا دست راست و دست چپ و یا مؤنث و مذکر و یا یین و یانگ و به هر حال یا سیاه و سفید و خیلی از چیزهای دیگه که به هر حال یک حالت تضاد داره و بدون یه چیز، بدون یه دونه، اون یکی رو نمیتونیم تشخیص بدیم. در صورتی که در جهان اصلی، در جهان معنویات و غیره، وقتی که همه چی یکی هست و اون یگانگی و وحدت و یکی بودن و همه یکی هستیم هستش، هیچ وقت دیگه تضاد وجود نداره، مثبت و منفی وجود نداره، خوب و بد وجود نداره، اهریمن و به هر حال چیزهای مختلفی که رابطه پیدا میکنه با خوبی و بدی و درستی و نادرستی و غیره وجود نداره، به خاطر اینکه تمام اینها زائده ذهن ما هستن و اینها کانترکت ها و قراردادهایی هستن که ما انسان ها با ذهنمون در این کره خاکی به خاطر شرایطی که ما رو مجبور میکنه که یه همچین چیزایی داشته باشیم و ما رو در یک چهارچوبی قرار میده، مجبوریم از اینها استفاده کنیم. و بعضی موقع ها بنابر این ذهن خودمون ما میایم خب یه چیزایی رو در، یعنی خیلی موقع وقتی که راجع به دنیای دیگه صحبت میکنیم، مثلا میگیم دنیای دیگه جای بهتر از اینجا هست، یعنی باز از یک بعد مکان استفاده میکنیم، یا میگیم دنیای آخرت یا دنیای بی نهایت یا میگیم دنیای ابدی، باز داریم از بعد زمان استفاده میکنیم. یعنی تمام اون وسایلی رو استفاده میکنیم که از ذهنمون برای شناخت این دنیای مادی استفاده میکنیم و اینها رو باهاش سعی میکنیم که دنیای دیگر رو بشناسیم. البته یه مقداری کمک میکنه به ما که اگر بخوایم با ذهنمون اون دنیا رو بشناسیم، ولی اگر بخوایم با تمام وجود هستیمون و با دلمون بشناسیمش، اون موقع هستش که باید کاملا ذهنمون رو، این حسای پنجگانمون رو و غیره رو خاموش بکنیم تا بتونیم واقعا درک بکنیم که چی هستش. همینطور در مورد شناخت خداوند، بعضی موقع ما خدا رو با اون وسایل ذهنی خودمون میشناسیمش، میگیم خدایی که ما بعد ازش بترسیم، خدایی که ما رو خشمگین میشه و ما رو مجازات میکنه، خدایی که تنبیه میکنه ما رو، و خیلی از این چیزهای دیگه که اینها یک صفاتیه که به هر حال ما انسان‌ها از خودمون اینها رو میدیم به خداوند. در صورتی که برای درک خداوند، درست مثل برای درک عشق و درک حقیقت و درک اون جهان هستی واقعی، ما نباید از ذهنمون استفاده بکنیم. حالا یکی دیگه از خصوصیات این جهان اینه که همه چیز نسبیه، یعنی هر چیزی که ما صحبت بکنیم و هر چیزی رو که بخوایم صحبت راجبش هر گونه نظری بدیم، نسبت، یعنی هر صفتی رو بخوایم بدیم نسبت به هر چیزی، نسبت به یه چیز دیگه است، یعنی به هیچ وجه مطلق نیست. در صورتی که در اون دنیای واقعی همه چیز وقتی که یک چیزه مطلقه، یعنی کاملا هیچ گونه حالت نسبیت و غیره نداره. من اینجا بسیاری امروز براتون شعرهای مختلف آوردم از استاد عزیزم مولانا که هر کدومش ربط پیدا میکنه به یکی از این صحبتهای ما که الان که موضوع نسبیت و غیره هستش، که میگه پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. در زمانه هیچ زهر و قند نیست، که یکی را پا دگر را بند نیست. مر یکی را پا دگر را پای بند، مر یکی را زهر و بر دیگر چو قند. زهر مار آن مار را باشد حیات، نسبتش
با آدمی باشد ممات. خلق آبی را بود دریا چو باغ، خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ. یکی دیگه از صفات این دنیای ذهنی و یا دنیای مادی و غیره اینه که تفاوتش با اون دنیای اصلی اینه که اینجا همه چی نسبیه و دنیای اصلی همه چیز کاملا حالت مطلق وجود داره. حالا یکی دیگه از خصوصیات این دنیا محدود بودن این دنیاست، یعنی محدود بودن هر چیزی. یعنی ما یاد گرفتیم و قرارداد بستیم با این ذهنمون در این کره زمین، در این دنیای مادی، در این دنیای خاکی، با این ابعادی که داریم و با این قیاسهایی که داریم خیلی چیزا برای ما حد محدوده، یعنی یک ابتدایی و یک پایانیه، یک بود تولده از که اونو آغاز میدونیم و یک مرگه که اونو پایان میدونیم اگر فقط در دنیای مادی بخوایم به اون فکر بکنیم. و به هر حال هر شروعی یک پایانی داره و همه چیز یه حد و اندازه داره. درست مثل اینه که تو یک صندوق هستیم و یا همین زندان تن خودش ما رو محدود میکنه و این حواس پنجگانه ما رو محدود میکنه که خیلی دیگه از اون چیزایی که باید واقعا حسش بکنیم و ماورای این دنیای فیزیکی هستش با محدودیت نمیتونیم به خاطر استفاده از ذهنمون اونها رو درک بکنیم. در صورت که در جهان واقعی، در جهان هستی، در جهان اصلی، در یونیفاید فیلد آف کانشسنس یا در اون جهانی که تمام آگاهی ها و اطلاعات و همه به هر حال چیزها مطلق هستش و یکی هستش، هیچ چیزی هم محدود نیست. یعنی حد که باز یک زائده ذهنی هست و اصلا اون محدود بودن باز یک زائده ذهنی هست، در اون دنیا اصلا معنا و مفهومی نداره. به خاطر اینکه باز میگم حد یه چیزی که در دنیای خاکی ما برای خودمون گذاشتیم. با کمال معذرت یه موقع فکر نکن ما مخصوصا قسمت جزی از برنامه ما بود که ما یه مدتی ناپدید بشیم و بعدا پدیدار بشیم، به خاطر اینکه درست وقتی که من میخواستم صحبت کنم راجع به اینکه یکی از خصوصیات این جهان اینه که ما در چشم با این چشممون که میبینیم فقط اون چیزای مادیات رو میتونیم ببینیم و اون چیزای معنویات رو نمیتونیم نگاه کنیم، که یه دفعه اتاق فرمان ما رو ناپدید کردن. قبل از اینکه اصلا من شروع کنم راجع به این صحبت کنم، به هر حال صحبت پدیداری و ناپدیدی شد. وقتی ما صحبت میکنیم از اینکه اگر یادتون باشه در جلسات مختلف صحبت کردیم، گفتیم که چون نیستی وجود نداره پس همه چیز هست و فقط به خاطر اینکه شرایط باید فراهم باشن که اون چیزایی که همیشه هستن به چشم ما پدیدار بشن. یعنی یه گلی به صورت گل در بیاد، در صورتی که وقتی گل به صورت دانه هست هنوز گل هست، منتها پدیدار نشده و منیفست نشده و همه چیز به هر حال منیفست شدن هستش، که باز این یکی از خصوصیات این جهان هست که برای اینکه ما بتونیم یه چیزایی رو ببینیم و تشخیص بدیم باید پدیدار بشه که بتونیم با چشممون ببینیم و منیفست بشه که بتونیم با این حسامون درکش بکنیم، ولی دلیل بر این نیست که وجود نداشته باشه. درست مثل اینه که مثلا فرض کنین برای اینکه ما نور رو بتونیم تشخیص بدیم، عذر میخوام رنگ ها رو بتونیم تشخیص بدیم، احتیاج به نور داریم و اگر نور نباشه به هیچ وجه ما قابلیت و قدرت اینه که بتونیم رنگ ها رو تشخیص بدیم نباشه. در صورتی که مولانا هم که همیشه میگه برای این دنیای خاکی احتیاج به نور داریم که رنگا رو ببینیم، ولی برای اون دنیای معنوی و هستی وجود اصلی اون نور خدایی و اون نور درونی رو لازم داریم که بتونیم دقیقاً اون چیزایی که لازمه ببینیم. خب یکی دیگه از خصوصیات این دنیای مادی اینه که همه چیز در تمام مواقع در حال تغییره. یعنی هیچ چیزی حتی در دو ثانیه یعنی یک ثانیه بعد از یک ثانیه دیگر شبیه هم نیستن، مثل هم نیستن و یکی نیستن دقیقاً. یعنی به همون اندازه که شما مثلا فرض کنین اگر عکس خودتون رو در دوران 5 سالگی ببینید و بعد در دوران 20 سالگی و بعد در دوران مثلا 45 و یا 60 و یا 80 ببینین، به هیچ وجه اینها یه مقدار زیادی فرق میکنن با هم. به همون اندازه هم شاید چون برای ما اونقدر محسوس نیست، هر روز و هر ثانیه و هر دقیقه و هر به هر حال
در هر بود زمانی ما داریم تغییر میکنیم. حتی اشیا، حتی حیوانات و هر چیزی که در این کره خاکی وجود داره هیچ وقت ثابت نیست و همیشه در حال تغییر شکل و تغییر ماهیت و غیره هستش. بعضیش خیلی ما راحت میتونیم تشخیص بدیم، مثلا وقتی که آب تبدیل میشه به یخ و یخ تبدیل میشه به آب و بخار و برف و بارون و ابر و غیره. بعضیش هم خب یه مقدار بیشتری طول میکشه که تغییر ماهیت بده، مثلا یک سنگ. ولی اون سنگ هم واقعا اگر بخواید تجزیه تحلیلش بکنین، امروزش با فرداش دقیقاً یه جور نیست و یه مقدار فرق داره. دیگه از خصوصیات برمون خیلی زیاد هستن. من اینجا یه لیست بلند بالا نوشتم که تفاوت بین این دنیا و اون دنیا. حالا صحبت امروز من بیشتر در این هستش که آیا باید ما مثلا حتماً مرگ فرا برسه، مرگی که ما بارها راجبش تو این جلسات مختلف صحبت کردیم که گفتیم به هیچ وجه مرگ پایان نیست، بلکه یک ادامه ای از زندگی ما هست، همونجوری که تولد آغاز نیست و یک ادامه ای از زندگی. آیا باید حتما زمان قبل از تولد و یا حتما زمان بعد از مرگ برسه که ما بتونیم دنیای هستی و خداوند و اون حقایقی که تو زندگی وجود داره حسش بکنیم، یا اینکه میتونیم؟ من باید به جرأت به شما عزیزان بگم که میتونیم ما در همین دنیای خاکی و دنیای مادی اون جهان و ابدیت و هستی و وجود خداوند رو کاملا حس بکنیم و این فقط در یک صورت امکان پذیره و اونم اینه که از اون ذهنمون کاملا بیایم بیرون و یا اینکه ذهنمون رو کاملا بذاریمش کنار برای اون مدت که میخوایم این عمل رو انجام بدیم، که همون باز میتونه عمل مدیتیشنی باشه که بارها صحبتش کردیم، و یا اینکه در زمان حال کامل در زمان حال زندگی کردن و یا یکی بودن خودتون رو با همه چیز و همه کس احساس کردن. وقتی شما کاملا درک بکنین اون یکی بودن خودتون رو که به هیچ وجه جدایی بین هیچ کدوم از ما انسان‌ها و نهایتاً بین ما و حیوان‌ها و نهایتاً بین ما و نباتات و حتی سنگ و سیاره و حشره و هر چی که فکرش رو بکنین نیستش و همه یکی هستیم، اون یکی بودن رو واقعا احساس بکنین. درست مثل اون موقعی که براتون مثال زدم که گفتم ما همه آبیم، قطرات آبی هستیم که در یک اقیانوس هستی هستیم و بعضی موقع یا به صورت حباب و یا به صورت موج که این حباب ها و امواج به صورت‌های مختلف میتونن پدیدار بشن، به طول و عرض مختلف، به شکل و شمایل مختلف و با شرایط مختلف و به هر حال با مأموریت‌های مختلف میان و میرن و غیره. ممکنه در یک زمانی که به صورت موج هستن از موجای دیگه یک جدایی باشه، ولی در نهایت همه آب هست و همه یکی هست. وقتی که شما احساس بکنین که با اینکه شما موج هستین ولی در اصل هنوز آب هستین، اون موقع یکی بودن خودتون رو کاملا حس بکنین با این دنیا و با هر دنیایی که وجود داره، اون موقع متوجه میشین که میتونین ذهن خودتون رو یه مدتی مرخصی بدین بشه یا بذارین توی اون جعبه ابزار، بگین من وقتی که احتیاج دارم به تو اون موقع استفاده میکنم، کما اینکه بارها صحبت کردیم راجبش. و یه مثال خیلی قشنگی که من بارها برای شما زدم، وقتی که شما خودتون رو اگه بخواید مقایسه بکنید با اینکه شما روحتون و وجود هستیتون و اون اصلیتتون یک عرابه چیه، یعنی یه شخصی که یه عرابه ای رو داره و اون خود عرابه بدن شما باشه و اون افساری که شما به دستتون میگیرین اون ذهن شما هستش که اون ابزاری هست که بهتون گفتم به موقع بعد استفادهش کنین و استفاده درست و بعض موقع که احتیاجش رو ندارین بذارینش کنار. و اون 5 تا اسب هم به این افسار وصل هستن که اون 5 حس ما هستن. حالا بعضی موقع ها آیا باید حالا این عرابه رو شما محافظت کنین که اون بدن شما 100%، برای همین بعد با تغذیه درست، آب و هوای درست، غذای خوب و تمام امکاناتی که شما رو به سلامتی کامل از نظر بدنی برسونه بهش برسین که این عرابه شما قشنگ بتونه شما رو به مقصد برسونه. و اون افسار بسیار باید با مهارت استفاده بشه، به خاطر اینکه اگر افسار از دست شما بره و این 5 اسب حالت سرکشی بهشون دست بده، اون موقع هستش که شما آشفته میشین، اون موقع هستش که ذهنتون آلوده میشه، اون موقع هستش که تشویش و نگرانی و حسد و غیره بهتون دست میده. حالا
آیا همه ما این عربمون کامله؟ نه، بعضی موقع ممکنه یه چرخ نداشته باشه، یا بعضی موقع ممکنه یه اسب نداشته باشه، چهار اسبه بره، یه شخصی نابینا باشه، یا به هر حال خیلی چیزای دیگه، شرایط مختلف که ما باید به نحو احسن سعی کنیم که اینو به مقصد برسونیم. در تمام مواقع اگه ما بتونیم این استفاده درست از این افسار رو بکنیم، اون موقع هستش که میتونیم یک زندگی سالم، یک زندگی صلح آمیز و سلامت داشته باشیم و هر وقت هم که بخوایم اون دنیای هستی اصلی و وجود اصلی رو حسش بکنیم. وقتی که اون 5 تا اسب و اون افسار رو میذاریم کنار و نگهش میداریم، اون عربه رو زیر یه سایه درخت نگهش میداریم و به سکوت مطلق و به آرامش مطلق میریم، و اون موقع هستش که واقعا میتونیم اون هستی وجود اصلی رو درک بکنیم و حس بکنیم. راجع به این مسائل بسیار بسیار بیشتر بعدها صحبت خواهیم کرد، ولی صحبت من با شما عزیزان این هستش که تا وقتی شما بخواین این دنیا و اون دنیا رو با ذهنتون تشخیص بدین، میگین دو تا دنیا وجود داره، یعنی یکی این دنیا یکی اون دنیا. به مجدد اینکه از ذهنتون بیاین بیرون، اون موقع هست که میبینین این دنیا و اون دنیا هر دو یکی هست و دویی وجود نداره، و اون موقع هستش که واقعا احساس میکنین که این دنیای مادی و غیره، این هم قسمتی از اون دنیای معنویات هست، این هم هیچ مادیتی درش وجود نداره. حالا راجع به این مادیت و غیره من در قسمت دوم برنامه اگه فرصت بشه صحبت میکنم براتون، که یه مقدار بشکافیم این فیزیک رو، این اتم رو، و این به هر حال جهان مادیات رو بشکافیم، ببینیم واقعا اینا مادیاته و یا اینکه اینها هم چیزی نیست جز انرژی و فقط اون ریالیتی و یا واقعیتی که ما میبینیم و در ذهن خودمون شکل میدیم که اینها همه چیز جامده و به هر حال سالید هست و حالت انرژی نداره و اینها به هر حال قابل لمس هست. بعد یه مقدار این رو بیشتر بهش توجه بکنیم، ببینیم آیا واقعا اینها چی هستن، آیا اون ریالیتی و اون چیزی که به نظر من واقعیته آیا برای شما هم همون واقعیت رو میده و یا غیره، آیا اون چیزی که من به این شکل میبینم شما هم به همون شکل میبینینش یا نه. اینها به هر حال یه چیزاییه که باید مرتب بشکافیمش. من خودم خیلی موقع وقتی که صحبت میکنم راجع به این مسائل گیج و گنگ میشم، به خاطر اینکه تو به مجددی که میرم توی ذهنم میبینم خیلی از حرفایی که میزنم ممکنه معنی و مفهوم نداشته باشه. به مجددی که از ذهنم میام بیرون، اون موقع هست که کاملا درک میکنم با تمام وجودم که چی دارم میگم. پیشنهاد من به شما عزیزانم همینه، اگه میخواین کاملا بتونین درک کنین، سعی کنین که ذهنتون رو یه مدتی مرخصی بهش بدین برای یک ساعتی و بذارینش کنار و با اون گوش دلتون گوش بدین. اگر ما این کارو بتونیم بکنیم، اون موقع اون دوگانه بودن جهان‌ها از بین میره. باز به قول مولانا یه شعر دیگه هم براتون آوردم که میگه دویی از خود برون کردم، یکی بینم دو عالم را، یکی گویم یکی جویم، یکی دانم یکی خوانم. مکانم لا مکان باشد، نشانم بی نشان باشد، نه تن باشد نه جان باشد، که من از جان جانانم. به هر حال یه شعر دیگه هم آوردم براتون که خیلی شعر قشنگیه، من دیروز واقعا غرق این شعر شدم، امیدوارم که خوب بتونم براتون بخونمش، چون دفعه اولم بود که خودم این شعر رو میخوندم، که میگه پنبه اندر گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید، پنبه آن گوش سر گوش سر است، تا نگردد این کر آن باطل کر است، بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید، تا خطاب ارجعی را بشنوید، گفتگوی ظاهر آمد در غبار، مدتی خاموش خو کن گوش دار، هوش را بگذار وانگه هوش دار، گوش را بربند وانگه گوش دار. من اگه بخوام سعی کنم که اینو برای شما ترجمه کنم، باور کنید خودم نمیتونم همچین کاری بکنم، ولی با این حال کاملا حسش میکنم. خیلی از شعرهای مولانا رو من به خاطر اینکه خب ادبیات فارسیم اونقدر خوب نیست و خیلی در سنین بسیار کم از ایران اومدم بیرون، ممکنه معنای اینا رو خیلیاشو نمیفهمم، ولی وقتی شعر رو میخونم کاملا با تمام وجودم میتونم حسش بکنم و درکش بکنم، و دلیلش هم اینه که با درون وجود دلم میخونم، نه با ذهنم که بخوام با لاجیک و منطق و علم و اینا اینو بشکافیمش و ببینیم که چی میگه. به هر حال اگر که
اتاق فرمان موافق باشن بریم سراغ پیام‌های بازرگانی. در قسمت دوم برنامه باز میایم و در خدمت شما عزیزان هستیم که یه چیز حدود 4-5 دقیقه دیگه خواهد بود. خط‌ها رو باز می‌کنیم، شما عزیزان میتونیم بیاین پای خط‌ها و ما رو تنها نذارین. عقاید و نظرات و پیشنهادات و احساسات درونی خودتون رو با ما سهیم کنین و به هر حال سعی کنیم که از هم دیگه چیز یاد بگیریم. اگر که اتاق فرمان آماده هستن میریم سراغ پیام های بازرگانی و بعد برمیگردیم بعد از چند دقیقه و در خدمت شما عزیزان خواهم بود. با ما باشید. دکتر حبان هستم در برنامه شفا. خب قبل از اینکه برنامه هامون رو ادامه بدیم، اولا خدمتتون بگم که خطها به روی شما عزیزان بازه. اگر دوست دارین و بیاین در این بحث و در این صحبت شرکت کنین و نظر و احساس و پیشنهاد و شاید انتقادتون رو لطف کنین با ما در میون بذارین، ممنون میشیم. ما برنامه رو ادامه خواهیم داد. اتاق فرمان خط، آقای مسعود سلام عرض میکنم، روی خط هستین آقای مسعود؟ جانم دکتر جان سلام. سلام مسعود جان. مسعود از آقای مسعود عزیز از استرالیا، درسته؟ دوست بله بله. دوست و یار همیشگی ما. سلام عرض میکنم. قربونتون بشم، حالتون خوبه؟ مرسی، خوشحالم صداتون رو میشنوم مسعود جان. من بدون تعارف باید بگم که واقعا طبیب عشق هستیم. قربونت، لطف داری. واقعا اینجا شنیدن کلام جانانه شما رو با گوش جونمون مثل یه موسیقیه که ما رو به اوج میبره. مرسی عزیزم، لطف داری. در حال خدای عزیز سپاس میگیم. خیلی ممنون عزیزم. در این موردی که فرمودین دنیا و آخرت، از مولانا به خاطرم اومد که فرمودن دنیا همگی عقباست اندر نظر عارف، دنیات چو عقبا شد دنیات مبارک باد. در حال این خواستم که مشارکتی کرده باشم با این حال زیبایی که دارم از برنامه قشنگ شما. مرسی مسعود جان، مثل همیشه واقعا خوشحالم هر دفعه صدای شما عزیز رو میشنوم و تشکر میکنم که با ما همراه هستی در این سفر. مرسی، تمنا میکنم. مرسی از تماست مسعود جان، شاد و با صفا باشی. شب شما یا روز الان اونجا روزه؟ شب چی الان؟ روز اینجا الان ساعت 1:47 بعد از ظهر پنجشنبه. خب بعد از ظهر شما بخیر. مرسی از تماستون. قربون شما، خیر پیش. اوکی. خطا رو میخوان وست کنن. من ترجیح میدم شروع نکنم صحبت کنم که یه دفعه فقط یه چیزی پر کرده باشم و بی‌معنی صحبت کرده باشم. اینه که یه سکوت چند ثانیه‌ای میکنیم تا خطا وست بشه. خانم شاهین سلام عرض میکنم، روی خط هستین. سلام دکتر، خیلی متشکرم. من شاهین هستم، از بوستون صحبت میکنم. سلام شاهین جان، برنامه های آموزندتون خیلی متشکرم. میدونم که خواهشی که ازتون دارم در این رابطه که صحبت بکنین خیلی با برنامه امشب شما ممکنه جور نباشه، ولی اگر ممکن هست جونم یه کمی راجع به مسئله تشویش و اضطراب و نگرانی و در نتیجه افسردگی و اینا که به هر حال زایده همین دنیایی هستش که ما توش داریم زندگی میکنیم. چشم. اگر ممکن. حتما عزیزم، حتما. حتما. مرسی شاهین جان از تماستون. اتفاقا خیلی هم ربط داره به برنامه ما. خیلی زیاد. وقتی که اون افسار از دست ما میره و اون 5 تا اسب رم میکنن و سرکشی میکنن، اون موقع هستش که ما دیگه تو دست انداز میفتیم و بالا پایین میریم و مسیرمون عوض میشه و ترس و وحشت میاد و خیلی چیزای دیگه. حالا من راجبش کاملا صحبت میکنم، راجب کل افسردگی و تشویش و اضطراب و غیره. یه دنیا مشکل. خواهش میکنم عزیزم. از روی تلویزیون گوش. مرسی عزیزم، مرسی از تماس. مرسی. قربون شما، خدا نگهدار. افسردگی، اضطراب، تشویش به احتمال زیاد مبحثی هستش که من بیش از هر مبحث دیگه‌ای در برنامه‌های آینده‌مون، چه در برنامه‌هایی که در روز جمعه اجرا می‌کنیم با دوستم و همکار عزیزم خانم لیدا و چه در برنامه‌های شفای خودمون
که البته قرار اسم این برنامه هم عوض بشه که به زودی شما رو در جریان خواهیم گذاشت. همیشه در مورد افسردگی و به هر حال این درد ذهن و احساس و روح و بدن صحبت خواهیم کرد و خیلی زیاد. اگر بخوام به طور کلی بگم، افسردگی و یا تشویش و یا نگرانی و غیره زائده یعنی یک چیزی که خود ما به وجودش میاریم. حالا به چه صورت به وجودش میاریم، این جنبه های بسیار مختلف داره. متاسفانه در علم پزشکی یا علم روانشناسی و یا روانپزشکی تمام این افسردگی ها رو سعی میکنن که چون علامت یه جوره، با یک دارو این افسردگی ها رو سعی میکنن که از بین ببرن و یا محوش بکنن و یا اینکه سرپوش روش بذارن و یا درست مثل اینه که سقف خونه شما که چکه میکنه شروع کنیم به بتونه زدن. در بعضی از مواقع اضطراری من همیشه با داروهای شیمیایی فقط در وقتی موافق هستم، این البته نظر شخصی من هستش، که موضوع مرگ و زندگی باشه. اگر شخصی اونقدر افسرده باشه که پای جونش در خطر باشه، باید حتما یه جوری از اون مرحله بکشیمش بیرون و بعدم بهش بپردازیم، و همچنین در مورد مسائل بدنی همینطور. ولی باز من هر موقع این صحبت‌ها رو می‌کنم ازتون استدعا می‌کنم اگر داروی شیمیایی دارین می‌خورین، به هیچ وجه سر خود این داروها رو قطع نکنین و یا تغییرش ندین. حتما باید تحت نظر پزشکتون باشه و با درایت خاصی باید این کار انجام بشه. ولی از بحثمون اگه نخوایم خارج بشیم، افسردگی و اصولاً هر نوع ناراحتی همیشه مرام ما وقتی که هولیستیکی نگاه می‌کنی و حالت کلنگری نگاه می‌کنی به مسائل، دلایل مختلفی برای اشخاص مختلف می‌تونه داشته باشه. خیلی از مواقع فقط دلیل افسردگی یک ناراحتی فیزیکی و یا بیولوژیکالی و یا فیزیولوژیکال و یا متابولیک هست، یعنی اینکه از قند خون، از غده تیروئید، از به هر حال ناراحتی‌های هورمون‌ها و از دایت بد و یا آلرژی‌های غذایی و خیلی از کمبود مواد و یا مسمومیت از مواد فلزی و دیگر مواد میتونه در ما کاملا ایجاد افسردگی بکنه. که این اگر دوباره باز مثال بزنیم که اون عرابهه که بدن ما هست، این اون موقع هستش که به هر حال عرابهه یه چرخش مثلا شل شده، باید درست کنیم، و به هر حال یک اختلالی در خود اون چارچوب عرابه پیش میاد که اگر اون درست کار نکنه، خب میتونه خیلی چیزای دیگر رو به خطر بندازه، من جمله اسب‌ها که همون احساس ما باشن، و من جمله اون خود عرابه چی، و من جمله اون افسار که ذهن ما باشه. بعضی از مواقع این ناراحتی ها میتونه از اسب‌ها سرچشمه بگیره، یعنی اینکه اسب‌ها مثلا مریض شده باشن یا ناراحت شده باشن، و این همون پنج حس ما هستش و یه مقداری به هر حال اثر میذاره روی ذهن ما و نهایتاً باز احساسات ما. خیلی موقع‌ها اون افساره هست که خود همون ذهن ما هستش و اون تفکرات و به هر حال احساسات منفی که از خودمون سرچشمه میگیره، و اون هم به خاطر این هستش که یک مقدار تصمیم‌ها و یا قضاوت‌هایی در درون ذهن خودمون انجام میدیم که این تصمیم‌ها و قضاوت‌ها بر حسب باورهای ما و تجارب گذشته ما هستن که یک تصمیمی میگیم و بر نتیجه اون تصمیم‌ها ما یه احساسایی می‌کنیم، مثل احساس ترس و تشویش و نگرانی و غیره. و در بعضی از مواقع این ترس و احساس ناراحتی‌های ما اون از خود عرابه چیه هست، یعنی از خود روح ما و اون حالات روحی ما هستش، و اون دیسکانکت شدن و یا قطع شدن رابطه ما با خودمون و به خصوص رابطه ما با خداوند هستش که وقتی اون دیسکانکت میشه آغاز تمام ناراحتی‌های مختلف هست، یعنی سرچشمه تمام ناراحتی‌های ما انسان‌ها نهایتاً از سپیریت و یا روح و یا سول ما قرار میگیره. آقای حمید سلام عرض می‌کنم، روی خط هستین. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر حبان. بله عزیزم، بفرمایید حمید جان. حتما منو می‌شناسین، چندین بار باهاتون صحبت کردم. حمید عزیز از ساکرامنتو. بله. سلام عزیزم. بله. جونم حمید جان. مرسی. من سوالی داشتم راجع به اینکه فهمیدین که دنیای معنویت تضادها وجود نداره و دوگانگی وجود نداره. پس این موضوع ادیان که صحبت از بهشت و جهنم میشه، این دوگانگی رو در دنیای معنویت شما چطوری توضیح میدید؟ اون دوگانگی در دنیای معنویت نیست. اون دوگانگی به وجود اومده. البته
من نه صلاحیت اینو دارم که هیچ قضاوتی راجع به این ادیان سگانه سامی بکنم که یهودیت و مسیحیت و اسلام هستش و نه اطلاعات بسیار کامل دارم در موردش، هم هر سه تا اینها برای من کاملا قابل احترام هستن. چیزی که بعضی موقع منو به یه مقدار نگرش وامی داره اون برداشت‌های رهبران مذهبی و یا رهبران به اصطلاح مذهبی هستش که یه مقداری به خاطر متاسفانه کنترل و منیپوله کردن امکان داره که با ذهن ما یه مقدار بازی بکنن. و خیلی موقع ها جهنم و بهشت چون ما بتونیم درک کنیم با ذهنمون یه جهنم، ببینین عرض کردم اگه بخوایم دنیای دیگر رو، اون دنیای ابدی و غیره رو با این ذهنمون که اکثر مواقع خیلی چیزا رو با ذهنشون درک میکنن و تشخیص میدن و میتونن بفهمن و متوجه بشن، باید با ذهن صحبت کرد. اگه بخوایم با ذهن صحبت کنیم باید از دوگانگی صحبت بکنید، یعنی از مثلا اهورامزدا و اهریمن، مثلا شیطان و خدا، مثلا خوبی و بدی، مثلا پاکی و ناپاکی و غیره. متوجه میشین چی عرض میکنن؟ اون به خاطر اینه که ما ذهنمون عادت کرده در این دنیای خاکی و در این دنیای مادی همه چیزو به دوئیت و دوگانگی ببینیم و به خاطر همین هستش که نمیتونیم، اگه به ما بگن بهشت تا جهنم و برامون توضیح ندن بهشت مثلا نمیتونیم درکش بکنیم. و به خاطر اینکه متاسفانه ببینیم این بحث بسیار طولانیه، میخواین قطع کنین از تلویزیون گوش کنین، من تا اونجایی که امکان باشه براتون توضیح میدم، ولی راجع به این مسائل خیلی زیاد صحبت خواهیم کرد. مرسی عزیزم همینجا. خیلی خوشحالم که شمای عزیز، به خاطر اینکه میدونی که ما یکی چند باری که با هم صحبت کردیم شما خیلی یک انسان رایت برینی بودی و همش لاجیک و منطق و علم و این چیزا سر کار داشتی و خوشحالم که داری رو میاری بیشتر به این مسائل و واقعا برای من باعث خوشحالی از اینکه تماس گرفتی و برنامه ما رو داری دنبال میکنی همینجا. خیلی ممنون. مرسی از شما. این بخصوص برای بسیاری از انسان‌ها که ببینین، من نمیتونم بگم که اختلاف طبقاتی بین انسان‌ها وجود داره، ولی از نظر روحانیت ما لول‌ها و سطوح مختلفی وجود داره برای اینکه ما بتونیم دنیا رو، هستی رو، خدا رو درکش کنیم. برای یک انسانی ممکنه عمل خوب انجام دادن به خاطر از ترس از خدا باشه و برای یک انسان دیگر عمل خوب انجام دادن به خاطر عشق به خدا هستش. این دوتا خیلی با هم تفاوت داره و هر دوی اینها میتونه از هر کدوم از این سه قوم سامی سرچشمه بگیره، بستگی به این داره که شما به چه شکلی اینها رو نگاه بکنین و از چه مکتبی از اینها اونها رو فرا بگیرین. به خاطر اینکه هر کدوم از این سه مذهب یه مقدار حالات مذهبی دارن و یه مقدار حالات سپریچوال و یا میستیسیزم و غیره دارن، مثل کبالا، مثل عرفان و مثل میستیک مسیحیت. اینه که مهمه که شما از چه طریق بخواید اینا رو گوش فرا بدین. اگه بخواید با ذهنتون و این گوش و این چشم نگاه بکنین مسائل رو و از ترس از خداوند و از ترس از آخرت و نهایتا احساس گناه کردن و سرچشمه همه اینها از ترس آمدن، بله اون موقع بهشت و جهنم و مجازات و همه اینها هست. ولی وقتی که شما از عشق وارد بشین و از یکی بودن وارد بشین و از جهان مطلق وارد بشین، اون موقع متوجه میشین که احتیاجی به جهنم نیست که بهشت رو درکش بکنین. اون موقع متوجه میشین که لازم نیست که کار بد وجود داشته باشه که کار خوب ستایش بشه. اون موقع میبینین که فقط روشنایی که معنا و مفهوم داره و تاریکی یک چیز ایلوژنال و واهی هستش. اون موقع میبینین که فقط حقیقتی که وجود داره و دروغ و ترس یه چیز ایلوژنال و واهی هستش و زائده ذهن ما هستش، که اون به هر حال اونجور خداپرستی به نظر من اون خدایی که ما انسانها آفریدیم و در ذهنمون به وجودش آوردیم. به هر حال راجع به این مسئله بیشتر صحبت خواهیم کرد همینجا. خانم ماهرخ سلام عرض میکنم، روی خط هستین. الو خانم ماهرخ. بله سلام آقای دکتر حبان. سلام عزیزم. خیلی ممنون از برنامه‌تون. واقعا شما چون یه آدم یک شخص تحصیل کرده دکتر و از خدا و دین حرف میزنین روی من خیلی بیشتر تاثیر میکنه به هر حال. ولی من یک سوالم برام پیش میاد، اینه که شما نه تو این برنامه، یک برنامه قبلیتون گفتین که
حتی یه بچه که بچه 5 ساله که میمیره بله. به نظر ماست و از ذهن ماست که ما به نظر میاد اتفاق بدی افتاده، ولی اینطور نیست. من نگفتم اینطور نیست، من گفتم که ما نمیدونیم چی هستش. حالا ادامه بدین. ولی من هیچ وقت نگفتم این، من هیچ وقت قضاوت نمی کنم که چی هست چی نیستش. من فقط ایده ها رو باز می کنم که ما ببینیم چی حس می کنیم و چی درک می کنیم. جونم به هر حال اینکه من حرفای شما رو 100% قبول می کنم. وقتی که شما میگین که ما همیشه بودیم هستیم خواهیم بود، به هر حال چون همونطور که گفتم شما علمی صحبت می کنیم، به هر حال من خیلی حرفا به دلم می شینه. ولی اتفاقا من اصلا علمی صحبت نمی کنم. اگر علمی صحبت کنم حرفای من به دل شما نخواهد نشست. منظورم اینه که متوجه هستم شما منظورتون چیه. ما یه آدم تحصیل کرده وقتی هستین مسلما حرفاتون همینطوری عامی نیست. منظور من اینه. به هر حال من حرفاتون رو واقعا یعنی 100% همه قبول می کنم و باور می کنم. ولی کن سوالتون چیه؟ سوالی که همیشه تو ذهن من هست و از همیشه از خدا می پرسیدم و جوابی نداشتم و هنوزم نمیدونم دارم، چون به هر حال از شما میپرسم اینه که چرا من خودمو میگم و خب خیلی انسان های مثل من هستن، چرا من در از سن 30 سالگی یک ناراحتی پیدا کردم که دائم درد میکشم. من بله. کمر درد میکشم و دردهای خیلی زیادی کشیدم و زندگی خوبی هم کلا نداشتم، ندارم و علاوه بر نداشتن زندگی خوب و قصه های زیاد و ولی همه رو بذاریم کنار، این دردی که من میکشم میخوام ببینم خب شما میتونید من بگین که به چه دلیل بعضی انسان ها اینجور درد ها و ناراحتی ها رو میکشن در حالی که انسان های دیگه نمیکشن؟ همون که شما گفتیم ما همه یکی هستیم. بله. ولی درد من و اون کسی که درستی انسان شما هم مثل با من یکی هستیم و نمیتونید درد من رو بکشین چون این فیزیکیه و من دارم میکشم. بله من درد شما رو ممکنه نکشم ولی احساس همدردی رو با شما میکنم. همدردی داریم. بله. در مقابل خدا اینجور انسان های مثل من که درد میکشن و ناراحتی میکشن آیا در دنیای قبلی کاری کردن که اینطور شده؟ آیا بدون دلیل اینطور شده؟ آیا در مقابل این ناراحتی خداوند براشون امتیازی میذاره؟ من قبل از اینکه شما صحبت کنین، البته همه دین ها گفتن که دنیای دیگه هست، ولی من دلم میخواست که نبود. یعنی دلم میخواست که وقتی میمیرم دیگه تموم میشد همه چی، چون دیگه دلم نمیخواد این زندگی که این دفعه داشتم هیچ زمانی داشته باشم. البته شما خواهید گفت که نه دفعه دیگه این زندگی نخواهید داشت، ولی اصولا نبودن به نظر من، چون شاید من از نظر روحی مریض شدم، نبودن به نظر من جالب تره. ولی الان من از طرف شما باور کردم که نبودنی نیست. نبودن وجود نداره، اون انتخاب نیست. آره. اون شکسپیر که میگه متاسفانه، البته به نظر من متاسفانه همینطور ما مجبوریم که باشیم. حالا چرا اونم نمیدونم چرا، اگر کسی انتخاب به قول شما نیست، اگر انتخاب من بود میخواستم نباشم. بله. ولی چرا من این همه درد بکشم و در اثر این درد دیپریشن پیدا کنم و زندگی خوبی نداشته باشم و بازم مجبور باشم این زندگی رو به همطور که شما گفتین ادامه و ادامه بدم؟ آیا جوابی خدا که ما نمیبینیم؟ معروف جان میخوایم پای خط باشیم با هم یکم صحبت کنیم؟ آره هستم، بفرم. اوکی عزیزم، ببین اولا که من چیزایی که میخوام الان به شما خدمتتون بگم، اولا چون توی هیچ چیزی مطلق نیست، به خاطر همینم هم جوابهای من هیچ وقت حالت مطلق کامل نداره که این حرفای من درست باشه یا نباشه، به خاطر اینکه وقتی که ما صحبت از درستی و نادرستی میکنیم باز داریم از ذهنمون صحبت میکنیم. من اون چیزایی که بهم الهام میشه و به دلم از دلم در میاد بهتون میگم، برای اینکه میگم صحبتای من اصلا حالت علمی نداره، با اینکه خب توی علمم خب یه مقدار ما مطالعه داریم. بله. ولی الان من چیزی که دارم متوجه میشم اینه که شما بله. زندانی ذهنتون شدین. بله. بیشتر از اون چیزی که زندانی تنتون بشین. بله. زندانی تن اونقدر آزارپذیر نیست، هستش ولی اونقدر نیست که زندانی ذهن بودن هستش. بله. شما یادتونه من گفتم که ما انسان‌ها به طور کلی یک عرابه چی هستیم؟ بله. که اون عرابه، خود عرابه بدن ما هستش، درسته؟ بله. و اون افسار ما، اون مایند و ذهن ما هست و اون پنج تا اسب هم به هر حال احساسای ما هستن. بله. خب بله. وقت خب حالا خیلی موقع ها بعضی موقع ها این عرابه ها اونقدر خوب درست نشدن که ممکنه 5 سال عمر کنن. بله. بعضی موقع ها این عرابه ها اینقدر خوب شدن که ممکنه 100 سال عمر کنن، یعنی آمادگی و پذیرایی اینو دارن که
5 سال عمر کنن و اون یکی 100 سال عمر کنه و بعضیا مثلا 60 سال عمر کنن. حالا این عرابه ها به چه صورت بنابر شرایط مختلف ژنتیک درسته؟ بله. که حالا من نظرم اینه که در حالا باز میگم قبل دوباره دارم از ذهنم استفاده میکنم چون باید یه جوری صحبت کنم که شما متوجه بشین. وقتی که ما قبل از اینکه به دنیا بیایم، حتی قبل از اینکه وارد رحم مادر بشیم و غیره، یک انتخاباتی صورت میگیره بنا به شرایطی که لازمه رشد انسانی ما هستش. حالا این رشد میتونه احساسی باشه، میتونه روحانی باشه، میتونه از همه نظر رشد باشه و به حالت کمال و یا تکامل پیش رفتن باشه. خب حالا چرا ما باید چیز ببینین، شما توجه کردین که همیشه شما وقتی رشد میکنین که درد میکشین. بله. چه درد بدنی دیدی میگن growing pain؟ بله. وقتی شما دارین رشد میکنین استخوناتون درد میگیره. بله. و وقتی شما رشد احساسی میکنین که درد میکشین. هیچ وقت شما شب عروسی تو مثلا رشد آنچنانی نمیکنین. مثلا دارم میگم ها. بله. یا توی شادی میرین و توی مهمونی میرین و توی پارتی میرین به اون صورت رشد نمیکنین. ولی وقتی که زجر میکشین، درد میکشین، ریاضت میکشین، اون موقع هست که یه مقدار به وجود خودتون بیشتر پی میبرین. بله. اون موقع هستش که یه مقدار بیشتر درد و در دیگر انسانها میتونین بیشتر حس بکنین. بله. اون موقع هستش که یه چیزایی بعد از اون در میاد که فقط باعثش این بوده که شما یه زجری بکشین. بله. خب حالا در مورد اینکه چرا و فلان و اینا، اون چرا ایناشو من نمیدونم. بله. ولی این زجری که شما میکشین، من اگه یادتون باشه یه بار گفتم تو برنامه هام، گفتم شما یه بچه مثلا 5 ساله رو اسباب باشه، مثلا فرض کنید داره با یه چاقو بازی میکنه، مثلا دارم میگم، این چاقو از دستش یه دفعه بگیرین. بله. گریه میکنه دیگه. بله. و دنیا براش زهره، اصلا نمیخواد زنده بمونه، میگه کاش من به دنیا نیومده بودم، اصلا این چه دنیایی. درسته؟ یعنی واقعا بیزاره از زندگی، در اون لحظه از زندگی بیزاره. بله. پدر و مادر خب خوبی بچه رو میخوان دیگه، چاقو بهش نمیدن به خاطر اینکه بچه باید یاد بگیره که این چاقو ممکنه در آخرت و در نهایت برای این بچه زیاد مناسب نباشه. بله. ولی این بچه با اون ذهنش که خیلی محدوده و با اون شعورش که خیلی محدودتر از شعور پدر و مادر هست، نمیتونه اینو درک بکنه. بله. ممکنه بعدها درکش بکنه. بله. ولی نمیتونه درک بکنه. کما اینکه ما انسان‌ها با این دنیای مادیات، با این دنیایی که درش درد وجود داره، زجر وجود داره، ناراحتی وجود داره، ریاضت وجود داره و خیلی چیزای دیگه وجود داره، و خیلی موقع ما انسان‌ها با پول و با شهوت و با مال و با خونه و با ماشین و با مقام و با کنترل کردن و پاور و شهرت، یه مقدار می‌خوایم خودمون رو با چنگ و دندون به این چیزا آویزون بکنیم، غافل از این که اون دنیای اصلی یه چیزی کاملا ماورای اینها، و وقتی ما بفهمیم واقعا اون چی هستش، خب اینا رو اصلا دیگه ول میکنیم. اصلا دیگه بذار من یه شعر آوردم براتون، اگه دوست داشته باشین براتون بخونم. بفهم. که خیلی میخوره الان به این صحبت ما. بفهم. البته دو تا شعره، یکیش خیلی کوتاهه، میگه تا نداند کودکی که سیب هست، او پیاز گنده رو ندهد ز دست. متوجه میشین یعنی چی؟ این که یعنی یه بچه‌ای که 5 سالش 6 سالش یه پیاز گندیده دادین دستش و نمیدونه سیب چیه، که همون دنیای ابدیت. و ببخشید این گوشه من هی میفته، معذرت میخوام، من اصلا نمیبینم چون من توی اتاق دیگه فقط از تلفن گوش میکنم. بله خواهش میکنم، گوشه من هی میفته، اجازه بدین بسش کنم. و نمیدونه اینه که سفت اینو چسبیده. حالا مولانا علاوه بر این شعر، یه شعر قشنگ خیلی قشنگ دیگه هم گفته، میگه این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام، سخت گیرد میوه ها مر شاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را، چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخ ها را بعد از آن، چون از آن اقبال شیرین شد دهان، سرد شد بر آدمی ملک جهان. متوجه میشین که دقیقاً چی داره میگه. حالا برای شما
به نظر من اون درد بدنی تا یه حدی قابل تحمله. البته ببینید اون درد بدنی که اون عروبه هست، شما خب تا اونجایی که امکان پذیر باشه براتون باید سعی کنین که عروبه رو درستش کنین. حالا این عروبه رو چجوری میتونین درستش کنین؟ با روش زندگی درست، با تغذیه درست، با استفاده از مواد درست، با یه مقدار خواب و به هر حال خیلی از چیزهای دیگه و کمک گرفتن از اشخاصی که به هر حال یه مقدار میتونن از این نظر به شما کمک بکنن. تا اونجایی که امکان داره باید این عروبه رو توی شیپ خوب نگه دارین. بله حاجی جان، میدونین چطوره؟ من خب 100% این کارا رو میکنم، دکتر میرم. تو 6 ماه گذشته 4 بار تو کمر من آمپول زدن. بله. برای درد و درد که درد رو ساکت بکنن. و به هر حال من زمانهایی میشه که خب درد کمه، یه مقدار آدم به هر چیزی عادت میکنه، یه مقدار حتی به درد هم عادت میکنه. زمانهایی که درد کمه اونقدر ناراحت نیستم، ولی زمانهایی که درد زیاد میشه یا زمانهایی که اون زمانی که دکتر درست پشت من آنفو میزن، هیچ وقت من از خدا بر نمیگردم، همیشه خدا رو قبول دارم، دوست دارم، ولی دلم ازش شکسته است. متوجه هستم عزیزم. میدونین چرا؟ ببینین یعنی بله. فکر میکنم خدا یا چرا من چه کردم؟ من که توی زندگی که دارم میبینم چیزی گناهی نمیبینم که مجازاتش این باشه. برای همین سوال همیشه برای من که آیا در مقابل، نه فقط من، چون افراد مثل من خب خیلی زیادن، این افراد آیا پیش خدا به اصطلاح جایزه خوبی دارن؟ منظورم یا این که نه در گذشته کار بدی کردن الان دارن سزاشون میبینن، یا نه اصلا هیچ چیزی وجود نداره و دنیا خدا آنفر که نمیتونه باشه، ولی به نظر اینطوری میاد که خب بله. به نظر اینطوری میاد به خاطر اینکه ببینید شما الان میدونید چیکار کردین عزیزم. بله. شما الان مثل اینکه عرابه شما یه سنگی رفته لای چرخش، خب، و یه مقدار این تعادل داره به هم میخوره، اون بدن شماست. بله. حواس شما کامل رفته به این عرابه و این افساره داره از دستتون در میره. افساره که در میره، اسبا هم که دیگه میرن برای خودشون، هر کدومشون شلنگ تخته میندازن. متوجه میشین چی میگم؟ بله. شما اولین کاری که باید بکنین اینو نگه دارین. بله. عروبه رو نگهش دارین. اولا افسار رو به دستتون بگیرین، عروبه رو نگه دارین. وقتی که عروبه رو نگهش بدارین، اون موقع میتونین با کمال آرومی و با راحتی و با فکر درست اون موقع و با عمل درست بیان بیشتر به اون عروبه برسین یا به اون بدنتون برسین که درد و زجر و ناراحتی کمتر بشه. بله. که در این مورد اگه من نمیدونم شما از بله از سیستم های متعال استفاده کردین یا نه، ولی چون اصلا ربطی نداره و من نمیخوام تبلیغی بشه اینا صحبت نمیکنم، ولی من میتونم در خدمت شما باشم بهتون کمک بکنم هر درد بدنی و ناراحتی دارین. بله. که اون بحثش جداست، ولی شما باید اول از این ذهن آشفته و آلوده و مهالود و سرکش و غیره آرومش بکنین، اون موقع بهتر میتونین به خودتون برسین. ولی الان شما ببینید این داره اینو تشدید میکنه، اونم اینو وقتی ده. که وقتی که شما عربتون میلنگه، چرخش داره اینجوری لنگ میخوره، خب، و افسارم ول کردین، اسبا هم رم کردن و وحشی دارن میدوئن، خب این بدتره، به هم مربوطه، به هم ربط داره. دقیقاً. بله، به هم ربط داره. برای اینکه مثلا من دکتر اعصاب میرم و دیپرشن دارم و دکتر میگه که دیپرشن به علت درده. آفرین. بله ببینید، درد دیپرشن میاره. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست. یه دلخوشی اگه آدم داشته باشه، یعنی اگه من خیلی آدم دینی بودم که متأسفانه میگم خیلی خدا دوست هستم، ولی دینی اونطوری نیستم. اصلا دین کاری به صحبت ما نداره عزیز. من دیدم افراد که خیلی دینی هستن، حتی که چون میمیره یا درد میکشن یا هر چیزی، بهتر میتونن تحمل بله. کنن، چون فکر میکنن که یه صلاحی توش هست، خدا اینطوری خواسته، حتما در مقابل چیزی هست. اونقدر دینی نیستم که بتونم اینطوری فکر کنم، برای همین ما رو جان عزیزم، من میخواستم یه امیدی داشتم که بدونم که تفاوت من با اونایی که این درد رو نکشیدن چی هست؟ من اصلا اعتقادی به امید ندارم. امید اصلا چیه؟ خب امید یعنی یه چیز واهی در آینده. شما ایمان، شاید ایمان خیلی کلمه قشنگتری باشه. اون فیت و ایمانی که شما نسبت به خودتون، وجود خودتون و خداوند و جهان هستی و اینکه هیچ چیزی بی خودی اتفاق نمیفته و هیچ چیزی تو این دنیا رندوم و یا تصادفی نیست. متوجه میشین چی میگم؟ بله، همین مسئله. اگه من حالا من یه پیشنهاد دارم برای شما عزیزم. شما دو تا کار بکنید. یکی اینکه برنامه چهارشنبه ما رو مرتب دنبال کنید. بله.
یکی همین که با مطب من تماس بگیرین، من حتما میتونم کمکتون کنم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. مرسی از تماستون مارک شد. قربونشون. خیلی ممنون. خواهش میکنم عزیز. یه خط دیگه میتونیم بگیریم اتاق فرمان؟ اوکی. به من دارن اطلاع میدن که من باز متوجه نشدم که میتونیم یه خط دیگه بگیریم یا نه. اوکی عزیزم، یه خط کوتاه میتونیم بگیریم. بفهم. خانم مهین سلام عرض میکنم، وقتمون جانم. آقای مصطفی سلام عرض میکنم، روی خط هستیم، وقتمون خیلی تنگه، بفرمایید عزیزم صحبتتون. سلام عرض میکنم جونم. سلام، امیدوارم که حال شما خوب باشه. چند لحظه داشتم کانال تلویزیون رو میچرخوندم و برنامه شما رو دیدم و خیلی خوش آمد صحبتهایی که میکردید و من به اون خواهر عزیزمون که الان تماس گرفتم یک نصیحت پسر کوچیکشون، چون من خیلی جوان هستم. بفرمایید عزیزم، برنامه ما اصلا مخصوص همینه که شما عزیزان زنگ بزنید و نظر و پیشنهاد و احساستون رو بگین. فقط لطف کنی خیلی کوتاه، چون برنامه‌م رو به اتمام عزیزم. چشم میشم. همیشه خداوند برای که کارهای اشتباهی که مردم کرده اونها رو مریض نمی‌کنه و وارد مشکل نمی‌کنه. شاید خدا شما رو خیلی دوست داره و می‌خواد شما با این مشکلاتی که می‌بینید درجات ایمانتون بالاتر بره. چون آقای دکتر گفتن بچه پیاز گندیده رو می‌گیری و می‌خوای بهش سیب بدی. ولی خدا نمیخواد به شما سیب بده، میخواد یک هندونه بزرگ بده، خوشمزه تر، بزرگتر بتونی بیشتر استفاده کنی. به خاطر همین الان یکم رنج و زحمت به شما وارد میکنه، یکم شما مریض میشی، چون شما رو دوست داره و میخواد بیش در نزد خودش بالاتر ببره مقامته. و هم میدونیم که هیچ چیز که این دنیا خالی و بدون مشکل به دست انسان نمیاد. اگر شما میخواین در مراتب مدرسه‌ای بالا برید، باید اینقدر زحمت بکشید بخونید تا بشید مثل آقای دکتر بشید برید بالا. و هر چیزی انسان بخواد باید زحمت بکشید. وقت بعد زحمت رو خود انسان تقبل میکنه و میره دنبالش درس میخونه، بعد خدا گذاشته براش که این مراحلش بیاد بالا تحت. امیدوارم که بله مصطفی جان، خیلی ممنون از اینکه لطف کردی و تماشا کردی برنامه ما رو و ممنونتر از اینکه لطف کردی و اومدی روی خط ما. مرسی عزیزم، دنباله برنامه ما رو دنبال کن. حتما دوستتم. چهارشنبه شب ها ساعت 8 به وقت لس آنجلس هستش. اوکی ممنونم. مرسی عزیزم. همونجوری که دوست عزیزم که الان به ما پیوستن آقای مصطفی، بله خیلی موقع ها پدر مادر وقتی که فرزندشون رو تنبیه میکنن و تایماتشون میکنن و خیلی کار میکنن، به خاطر این نیست که مجازات میخوان بکنن یا بعدشون میاد و غیره، فقط به خاطر اینه که دوستشون دارن و خوبیشون رو میخوان و برای رشد اون بچه یه کارهایی لازمه که انجام بشه که اون بچه بتونه اون رشدی که لازمه انجام بده. به هر حال وقت برنامه ما کم کم رو به اتمام هستش. من از شما عزیزان تشکر میکنم که یک ساعتیتون رو در اختیار ما گذاشتین. از دوستانی که میخوان با من تماس مستقیم داشته باشن، من با ایمیل زیاد سر و کار ندارم، ولی یک پیغامگیر دارم که دوست عزیزم همکار ما آقای فرامرز عزیز که همیشه زحمت میکشن با ما همکاری میکنن، اگر لطف کنن این بله شماره پیامگیر من هستش که این برای تماس من به صورت اینکه با مطب ما تماس بگیرین نیستش. اگر با مطب من بخواین تماس بگیرین برای تعیین وقت و برای اینکه بیماری و ناراحتی دارین و یا گرفتن داروهای طبیعی ما هستش، لطفاً با مطب تماس بگیرین. این پیامگیر فقط برای اینه که شما میخواین با من تماس مستقیم داشته باشین، پیغامی بدین، پیشنهادی بکنین، انتقادی بکنین در مورد برنامه‌های تلویزیونی ما و یا برنامه‌های شفا و یا برنامه تن و جان که روز جمعه هست با خانم لیدای عزیز اظهار نظر می‌خوایم، یا اینکه یک پیغامی می‌خواین به خود من بدین که مستقیم پیغامو بگیرم که از طریق مطب و غیره، چون کارتون مربوط به مطب نمیشه، بتونین تماس مستقیم داشته باشین. به هر حال با تشکر از شما عزیزان، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. چهارشنبه دیگر برنامه ما تکرار خواهد بود، من در خدمت شما نخواهم بود، ولی جمعه دیگر در خدمت شما خواهم بود. تا اون موقع همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و با همدیگه مهربون باشین. دوستت دارم را من دلاویزترین شعر جهان یافتم، این گل سرخ من است، دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق، که بری خانه دشمن که فشانی بر دوست، راز خوشبختی هر کس به پراکندن اوست.